این روزها سران و مهره‌های نظام در وسط بحران‌های حاد اقتصادی اجتماعی و منطقه‌ای و بین‌المللی خیلی دلواپس ناامید شدن و ناامید نشدن مردم شدن. هر کدوم به طریقی نسخه تزریق امید برای مردم می‌پیچن. سوال اینه که منظورشون از ناامید شدن چیه و چرا از این بابت اینقدر نگران هستن؟ گزارش کوتاهی رو در این مورد با هم ببینیم. ولی فقیه ارتجا در صدر فهرست دلواپسان برای ناامیدی مردم است. او روز 15 شهریور ضمن اینکه به کارگزارانش خاطرنشان کرد شدت فعالیت و تحرک دشمن زیاد شده، چند برابر شده، به حضور دشمن در فضای مجازی اشاره کرد و گفت و این مسئله مهمی نیست. مسئله مهمی است. بسیار مسئله حساسی است. اینی که فضای کشور، فضای تبلیغاتی کشور فضایی باشد که مردم رو یا دچار اضطراب کنه، یا دچار یأس و ناامیدی کنه، یا دچار بدبینی کنه نسبت به یک دیگر، نسبت به دستگاه‌ها، یا احساس بن‌بست به مردم بده، این اگر چنانچه به وجود آمد، یا حتی مشکلات مربوط به اقتصاد رو افزایش بده. آنچه را که خامنه ای به صورت کلی دشمن می‌نامید و اقداماتی که مردم را دچار یأس و ناامیدی کند، سایت حکومتی بهارستانه از باند خودش به صورت واضح‌تری بیان کرده و نوشته است: این روزها مجاهدین اغتشاشات و خط‌دهی به کانون‌های شورشی را هدایت می‌کنند و می‌افزاید اکنون به گفته مسئولان دولتی، سازمانده و هدایت کننده شورش ها و اغتشاشات در کلیه صروف می باشند. در این فضای وحشت از مجاهدین است که در روز 13 شهریور آخوند جنتی در جلسه خبرگان ارتجاع در حالی که تلاش می کرد ولی فقیه را در مورد وضعیت انفجاری جامعه بی تقصیر نشان دهد، به سران قوا توصیه کرد با مردم حرف بزنید چون مردم ناراضی هستند. علاوه بر جنتی، آخوند مصطفی رستمی، گماشته جدید خامنه ای در رأس نهاد رهبری در دانشگاه ها، همان درد خامنه ای را به زبان آورد و گفت در حال حاضر اصلی ترین مسئله یک جریان تهاجمی است که تمام داشته های جامعه را هدف قرار داده و به دنبال تزریق روحیه ناامیدی و ناتوان کردن جامعه و بی‌اعتماد کردن عناصر جامعه به یکدیگر است. وی هشدار داد این مسئله خطرناکی است و کار را سخت می‌کند. آنچه را که این مهره حکومتی بی‌اعتمادی عناصر جامعه به یکدیگر می‌نامد، محسن پیرهادی سرکرده یک باند وابسته به خامنه ای واضح تر بیان کرد. او گفت دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب با اشتباهات متعدد حمایت اجتماعی خود را از دست دادند. اعضای مجلس ارتجاع نیز به خیال خود با ابراز همدردی ظاهری با مردم سعی کردند به مردم یا در واقع به نیروهای رژیم امید و اعتماد تزریق کنند. موسوی لاریگانی، مجلس ارتجاع، 14 شهریور. وضعیت ارز بحرانیه. چرا باید درآمد مردم به ریال باشد اما تمامی هزینه های آنها به دلار باشد؟ چه کسی پاسخگوی این همه اختلاس در کشور است؟ فرض محال ثروت چپاول شده به بیت المال برگردد. هیچ حساب کرده اید هزینه ضربه ای که به روح ملت و آبروی نظام اسلامی وارد می شود چقدر است؟ آنچه را آخوند لاریگانی به صورت مبهم با عنوان ضربه‌ای که به روح ملت و آبروی نظام وارد کرد از آن یاد کرد، یک عضو دیگر مجلس ارتجاع به طور روشنتری در نطق اضطراری خود به زبان آورد. بحث اضطرار روزمون هستش، بحث گرانی ها، بحث رکود، بحث نابسامانی اقتصادی، بحث این که وقتی صبح از خواب بیدار میشیم نمیدونیم که یک ساعت بعد چه اتفاقی میفته. ما هممون توی یک کشتی نشستیم، سرنوشت همدیگمون به هم گره خورده. الان توی این مملکت قانون همه یا هیچ هست، یا هممون از این گردنه رد میشیم یا هیچ کدوم رد نمیشیم. به این ترتیب
به نظر می رسد آن نسخه امیدی که کارگزاران حکومتی به اسم مردم می پیچند، اولین مصرف کنندش خودشان و نیروهای در حال ریزش نظام باشد. البته اگر نوشداروی بعد از مرگ سهراب نباشد.